سلام رفقا حالتون چطوره امیدواریم که تندرست و خوش باشید انگلیسی مثل آب کردن اینجاست یکی از اتفاقاتی که به شدت در دنیای واقعی در انگلیسی رخ میده یعنی زمانی که شما تشریف میبرید یک کشور انگلیسی زبان این است که شما به هر دلیل که یکی از دلایلش عدم انتباق پذیری قوای شنیداری شما با محیط و با آن چیزی که میشنوید و به تعبیری ضعف در قوای لسنینگتون و شنیداریتون وجود داره اینه که حرف طرف رو متوجه نمیشید خیلی اتفاق میفته. حتی تو فرودگاهی که تشریف میبرید، تو محیطی که میخواهید کار کنید، تو محیطی که میخواهید زندگی بکنید، خیلی به شدت پیش میاد که شما حرف طرف رو متوجه نمیشید. طرف یک جمله انگلیسی میگه، یک حرفی میزنه، از شما چیزی میخواد، از شما درخواستی میکنه یا به شما پاسختون رو میده، اما متوجه نمیشید. در این موارد از عبارت ها و جملاتی که در این درس خدمت شما میخوایم تقدیم بکنیم میتونید استفاده بکنید برای اینکه به طرف بفهمونید و طرف رو متوجه کنید که شما متوجه حرفش نشدید و ازش بخواید که براتون تکرار بکنه سناریویی که خدمت شما بیان شد اتفاقی است که داره دقیقا در دنیای واقعی میفته و باید شما بتونید در چنین موقعیت هایی موضوع رو هندل و مدیریت بکنید برای ادامه کانورسیشن یا مکالمتون با این درس تا انتها همراه باشید یک بار برای همیشه این عبارت ها و جملات رو یاد بگیرید که قطعا به دردتون خواهند خورد Excuse me. Excuse me. Excuse me یعنی مرا ببخشید. میدونید که برای عذرخواهی کردن استفاده میشه. Excuse me مرا ببخشید. اما با تغییر لحن بیانتون میتونید سوالیش کنید و حالت درخواست بهش بدید جالبه نه؟ یعنی چی؟ یعنی طرف یه حرفی زده اما شما متوجه نشدید حالا ببینید چطوری با تغییر لحن و بیان از طرف میخوام که تکرار کنه حرفش رو طرف مثلا گفته لطفاً کاغذتون و برگتون رو درخواستتون رو بدیم به من بعد من متوجه نشدم چی میگم؟ به این صورت میگم excuse me یعنی ببخشید منو و با حالت صورت و لحن بیان دارم متوجهش میکنم که من حرفت رو متوجه نشدم دوباره تکرار کن پس چقدر زیباست میتونیم از عبارتهای مختلف و منظورهای مختلف استفاده بکنیم پس excuse me حالا تغییر لحن میدیم excuse me ببخشید منو حرفتون چی بود؟ منظورتون چی بود؟ من متوجه نشدم دنیای واقعی انگلیسی همینجاست بچه ها خوب یاد بگیرید اینها رو لطفا excuse me ببخشید منو excuse me excuse me pardon me pardon me pardon یعنی مورد اف قرار دادن می مرا Pardon me یعنی منو ببخشید مثل excuse me یعنی متوجه حرفتون نشدم اما با تغییر لحن و بیان شما ممکنه یک اشتباهی کرده باشید یک خطای بزرگی انجام داده باشید و در مقابل میگید pardon me یعنی مرا ببخش مرا مورد اف قرار بده اما با تغییر لحن و بیان حالا میخواید بگید که آقا لطفا تکرار کن چیزی که گفتی من متوجه نشدم چه جوری با تغییر لحن اینجوری پاردم می یعنی منو ببخشید متوجه نشدم اف کنید من رو متوجه نشدم دوباره تکرارش کنید مفهوم حرفتون اینه اما با تغییر لحن و بیان همونطوری که گفتیم چطوری بگیم به این صورت با این لحن و بیان می حالا یه مقدار سریعتر که بخواید بگید و مثل نیتیو ها بیان کنید به این صورت قسمت دی او به صورت خیلی تو دماغی تلفظ میشه پارن می پارن می یعنی مرا ببخشید لطفا تکرار کنید اون چیزی که گفتید رو بچه ها انگلیسی واقعی اینجاست بعد از سالها زندگی و تجربه در خارج از ایران داریم انگلیسی واقعی که شما لازمش دارید رو بهتون میگیم نه اینکه حالا هر چیزی که پر کنید تو مغزتون آخرش هم به دردتون نخوره لطفا با درس ها همراه باشید کانال رو به دیگران هم معرفی بکنید پاردن می مرا ببخشید لطفا تکرار کنید لطفا شما هم حتما آن چیزی که دارید میشنوید رو تکرار کنید ملکه ذهنتون بشه عضلات زبانی و دهانیتون رو اجازه بدید که منطبق بشن با این عبارت ها و اینها رو یک بار برای همیشه یاد بگیرید حالا شما میخواید بگید که ببخشید متوجه نشدم دوباره تکرار کن چی باید بگید باید بگید پارمی پارمی Again, please. again please again یعنی دوباره please یعنی لطفاً again please یعنی دوباره لطفاً اون چیزی که گفتی رو تکرار کن مفهومش اینه اون چیزی که گفتی رو دوباره تکرار کن لطفاً لطفاً چقدر زیباست please تلفظش بچه ها نمیگم please 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 بین پی و ال صدایی وجود نداره please لطفاً again دوباره Again please لطفا دوباره تکرار کن اون چیزی که گفتی رو باز هم با تغییر لحن و بیان منظورمون رو متوجه طرف میکنیم Again please لطفا دوباره یا دوباره لطفا تکرار کنید Again please Again please I am sorry I'm sorry Sorry یعنی متاسف بودن دیگه بلدید I'm sorry یعنی متاسفم یه کاری کردی خطایی کردی اشتباهی کردی میگی I'm sorry متاسفم ببخشید این کار رو انجام دادم یا این خطا رو انجام دادم بهت خوردم یا خوردم به چمدونت خوردم به کیفت یا تنم به تنت خورد I'm sorry متاسفم اما با تغییر لحن و بیان میتونید به طرف متوجه کنید که آقا دوباره اون چیزی که گفتی رو تکرار کن من متوجه نشدم چجوری میگیم لحن رو چجوری تغییر میدیم به این صورت I'm sorry ببینید یه علامت سوال تو حسی که داره این بیان انتقال میده وجود داره I'm sorry I'm sorry متاسفم یعنی تکرار کن اون چیزی که گفتی رو خیلی کار بردی یعنی نبارت ها و جملات نه از انگلیسی واقعی هن. به دردت میخوره حتما تمرین کن حتما تکرار کن ببین چند بار دارم تکرار میکنم برات تکرار کردن مهمه اینکه شما فقط نگاه کنی خوبه اوکی اما یک درصد از راه رو پیش میری تکرار کن لطفا I'm sorry I'm sorry کام again, please. کام again, please. کام یعنی آمدن اگین دوباره please لطفا کام again یعنی دوباره بیاید معنی ملا لغتیش یا تحت و لفظیش اما به این منظور هم استفاده میشه یه مقداری غیر رسمی تره یه, م... یه کم عرفی تره Come again یعنی دوباره بیاید یعنی دوباره بگید اون چیزه رو please لطفاً come again please لطفاً دوباره بگید دوباره بگید چی بود منظورتون چی بود لحن بیان رو هم دوباره اینجا تغییر بدیم come again please یه حالت درخواستی come again please come again please repeat again please repeat again please again دوباره repeat تکرار کردن Please لطفاً Repeat again یعنی دوباره تکرار کنید Please لطفاً حتی شما میتونید بگید Repeat please اما Repeat again please میشه یه حالت جمله کاملتر و بهتر Repeat again please لطفاً دوباره تکرار کنید اون چیزی که گفتید رو دوباره تکرار کنید چون من متوجهش نشدم Repeat again please Repeat again please I am sorry What was that? I'm sorry. What was that? I'm sorry که یعنی متاسفم. متاسفی که چی شده؟ که حرف رو متوجه نشدی. What was that? Was گذاشتی is. What was یعنی چه بود؟ That on اون چیزی که گفتی. What was? What was that? چی بود اون چیزی که گفتی من متوجهش نشدم یک عبارت و یک جمله سوالیه دیگه برای اینکه به طرف انتقال بدید که منظورش رو متوجه نشدید I'm sorry متاسفم What was that؟ چی گفتی؟ اون چیزی که گفتی چی بود؟ یه مقداری حواستون باشه این یک کم دیگه از اون حالت رسمی و معدب نه اینکه غیر معدبانه باشه ها یه مقدار از اون حالت رسمی خارج میشه یعنی شما میتونید برید مغازه چه میتونید با دوستتون با کسی که ارتباط نزدیکتری دارید میتونید از این عبارت استفاده بکنید I'm sorry. What was that? I'm sorry. What was that? Sorry, I didn't get that. Sorry, I didn't get that. Sorry متأسفم. I didn't get یعنی من نگرفتم. That اون موضوع رو اون هر فرقی زدی I didn't get it یا I didn't get that من اون رو نگرفتم هم از it و از that میتونید استفاده کنید that بهتر بیان میشه و در اینجا اشاره درست تری داره Sorry I didn't get that متاسفم من اون حرفه رو اون موضوع رو نگرفتم پس طبیعتا پشبندش طرف ممکنه برای شما تکرار کنه یا بعدش میتونید بگید Would you please repeat that؟ پس یک عبارت دیگه هم اینجا یاد گرفتیم یک جمله در واقع Sorry, I didn't get that. Sorry, I didn't get that. Could you please repeat that? Could you please repeat that? Could you درخواست مؤدبانه و محترمانه است. Could you? آیا میتونی چیکار کنی؟ Please, لطفاً could you please آیا میشه لطفا یه کاری رو برای من انجام بدی شما وقتی جملتون رو با این عبارت شروع میکنید نشون میدید چقدر با کلاس چقدر محترم چقدر متشخص هستید Could you please repeat that؟ آیا میتوانید اون حرفتون رو تکرار کنید چون منظور اینه که من متوجه نشدم چقدر زیبا چقدر عالی چقدر محترمانه Could you please repeat that؟ آیا میتونی اون رو تکرار کنی برای من و طرف با کمال میل برای شما تکرار کرد چقدر با کلاسی ما چقدر زیبا صحبت میکنیم Could you please repeat that؟ آیا می توانید آن را تکرار کنید اون چیزی که گفتی رو تکرار کنی شما هم عزیزان دل جملات و عبارت هایی که تو این درس دارید یاد می گیرید رو خواهش می کنیم ازتون تکرار کنید حتما در دفترچه یادداشتتون بنویسید یک بار برای همیشه یاد بگیرید اونها را Could you please repeat that آیا می تونید اون رو تکرار کنید Could you please repeat that? Could you please repeat that? Would you please repeat that? Would you please repeat that? Would you please مثل could you please اما یه مقدار یعنی میشه در could you please یعنی آیا میتونی اونو مثلا تکرار کنی اما وقتی میگیم would you please یعنی آیا مایلی نمیگیم آیا میتونی آیا مایلی باز هم معدبانه تر، باز هم با کلاستر باز هم با شخصیت بالاتری خیلی مهمه که زیبا صحبت بکنیم و با صحبت کردن بتونیم طرف رو تحت تاثیر خواسته خودمون قرار بدیم Would you please repeat that؟ آیا میشه دوباره تکرارش کنی اون چیزی که گفتی رو و طرف با کمال میل براتون تکرار میکنه و متوجه میشه چقدر شما زیبا صحبت میکنید و چقدر با کلاس و با پرستیج هستید چرا؟ چون درسای انگلیسی مثل آب خوردن رو دنبال کردید از انگلیسی واقعی که در دنیای واقعی داره اتفاق میفته Would you please repeat that? آیا میشه دوباره تکرارش کنی اون چیزی که گفتی رو من متوجه نشدم. Would you please repeat that? Would you please repeat that? بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان اینکه این درس رو دنبال کردید و تکرار کردید تمرین کردید برای رشد و پیشرفت خودتون آرزوی خورسندی و تندرستی داری برای شما در هر کجای دنیا که هستید